در ایران اجرای فاز دوم یارانه ها با مشکلات بسیاری روبرو شده است. امروز بسیاری از امامان دولتی نمازهای جمعه از مردم خواستند، از آنان که دستشان به دهانشان میرسد خواستند که از دریافت یارانه ها خودداری ورزند، چرا که به گفته آنان دولت قادر نیست یارانه های تعهد شده را بپردازد. آن سوتر پیامدهای آخرین نشست در وین میان نمایندگان تهران و پنج به اضافه یک به کجا انجامید درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی. قرار است دیدار بعدی که دیدار نهایی خوانده شده به زودی برگزار شود. و در گذشته ریچارد فرای ایران شناس مقیم اصفهان و دفن او در اصفهان با واکنش‌های گسترده و مختلف مسئولان جمهوری اسلامی روبرو شده است. در منطقه در ارتباط با ایران چه می‌گذرد؟ اینها و خبرهای دیگر را در میان می‌گذاریم با میهمانان جمعه شب‌های تفسیر خبر در لندن، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگارا. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای عزیز و همه بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا در همسایگی ما در واشنگتن خوش اومدید به برنامه جمعه شب. لطف داری. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و مهربون و همه بینندگان گرام. صفت مهربان تازه اضافه کردید. خبر داشتی مهربان. میخوام دل ایشونو به دست بیارم که از من گله کرده بودن که بله لندن رفتیم و ندید. من فکر کردم به خاطر پیروزی تیم نفت مسجد سلیمان هست که بله اونو باید به شما تبریک گفت. بله ولی من همیشه در مورد آقای نوری‌زاده گفتم ایشون قلب از طلا داره در مهربونی با دیگران. این را حالا قربان شما لطف دارید. بله لطف داریم. ولی به جای این کارا هم لندن رفته بودید میرفتید سر میدن. درستی که کوتاه مدت بودید برحال اتفاق نمید. خیام کردم نشد. درست میفرمایید. و اما جدا از قلب مهربان آقای نوری‌زاده که شما اشاره کردید، عرض کنم خدمتتون، میریم به تهران. آیا این حکومت و این نظام نسبت به مردم، نسبت به سفره مردم، نسبت به تغذیه مردم، نسبت به پول مردم که درآمدهای ملی نفت هست، قلبی مهربان داره آقای نوری‌زاده؟ الان به جایی رسیده که از مردم میخوان که یارانه نگیره چون دولت توانایی نداره. ناشی از چی هستش؟ ببینید آقای چالنگی، اگر باز قضیه رو بدون برخورد با احساسات بهش نگاه بکنیم، به طور کلی برای بهبود اقتصاد ایران کاری که دولت قبلی طرح شوری کار درستی بود. درست به این معنا که شما تا کی میخوای سوبسید نفت و برنج و روغن و گاز و غیره رو بدی؟ اما یه نظمی در دنیا هست، اون فردی که محتاجه و قدرت نداره این تفاوت قیمت رو بده به اون کمک میکنن. در یک نظم اجتماعی سوئد، انگلستان، کشورهای مختلف پیشرفته، حتی در بعضی از این کشورهای
عربی اینو مشاهده میکنیم که افراد کم درآمد برای اینکه بتونن از اون هزینه واقعی بران بهشون دولت کمک میکنه. در جمهوری بلد فقیه چون همه چیز هیئتی و سفره‌ای و با دست خوردنه، نظام سوبسید هم خواستن بگذارن، در واقع نظام یارانه جدید رو خواستن بگذارن، اصلا حواسشون نبود. یعنی گفتن بله یارانه میدیم، نفر 40,000 تومان میدیم. فکر نکردن اون آدمی که روزی 5,000,000 تومان درآمد داره این 40,000 تومان رو برای چی میخواد. همینجوری اومدن یه نظام گذاشتن و اسمتون رو بنویس ثبت نام بکنین و غیره، و این مجالی شد برای سوء استفاده های کلان. لطمه های بزرگی که برنامه اصلاح اقتصادی وارد کرد و یک میراث ناجور برای دولت آقای روحانی باقی گذاشتند که ایشون روز اول که اومد خیلی تبش داغ بود، بالا بود و تند و تیز، نخل اصلا ور میداریم و بعد نخل نمیشیم، امریکت شورش را میفته. اومدن گفتن خب بیایم 10-10 طبقه بندی بکنیم، اون پولدارا رو ورداریم، بعد ردیف دوم و سوم و تا فقط محتاجان از این کمک دولت بهره مند بشن. اما اونم در عمل نتونستن فعلا پیاده کنن. اینه که برخورد کردن با 9,000,000,000 تومان، حالا کسری دارن، فردا 90,000,000,000 تومان، پس فردا 900,000,000,000 تومان، و این یک مشکل اساسیه. بعد گفتن آقا بیان رجیستر بکنن روی کامپیوتر. آخه یه چیزایی میگن که آدم میگه فلان نمیدونم روستایی یا فلان شهرستانی از کجا بره حالا کامپیوتر گیر بیاره، بعد بیاد رجیستر کنه درست، 5 سر عائله داره، اینا رو چجوری بذاره، درآمدا رو کی میاد واقعیت رو بگه؟ کدوم یکی از ما ایرانی ها اصلا عادت کردیم مثلا مالیات درست بدیم که حالا بریم درآمدا رو، چون اعتمادی به دولت نداشتیم، میگفتیم مالیات میدیم پول میدیم به فتوای البته روحانیت بیشتر. بله دیگه هیچ کدوم، یعنی برای مردم ما الزامی وجود نداره. به عنوان یه شهروند تو موظفی در برابر خدماتی که دولت بهت میده مالیات بدی، اما ما نه، ما میگیم این دولت که داره پولا رو میچاپه میخوره همشون دزدن، من چرا بدم؟ اینه که این تسلسل، دور تسلسل باطل ادامه داره. و حالا در این مسئله یارانه ها این به صورت یه معضل اساسی برای دولت در اومده. شوخی نیست، شما در ماه میلیاردها تومان باید بدید بعضن به کسانی که اصلا نیازی به این پول ندارن و این پول میتونه به مصرف خیر برسه. نمیدونم، امیدوارم از پس این معضل باقی مانده در دولت احمدی نژاد بر بیام. خب آقای سازگار در همین زمینه دولت هم البته یک نشستی داشته امروز، مثل که دولت آقای روحانی برای اجرای همون چی که اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی خونده شده. اما به هر حال این مشکل یارانه ها آقای نوری‌زاده هم اشاره کردن، پولهایی که در مملکت هست مثل پولهایی که در خود بیت رهبری هست. من دیشب یه گزارشی میخوندم راجع به این پاهای مصنوعی که اخیراً درست شده، بسیار بسیار پیش مدرن، بسیار راحت باش راه میرن، دیدیم در المپیک هم استفاده شده، شرکت میکنن ورزشکاران. و بعد حساب کردم با 1/10 پولی که در بیت رهبری هست یا 1/10 پولی که باند بابک زنجانی برداشتن، میشه تمام معلولان جنگی که پا ندارن براشون از این پاها ساخت، که گرونم است واقعا میشه تمام معلولان جنگی ما صاحب پاهایی بشن که اینجا استفاده میکنم گرونه. اما با 1/10 پولی که در بیت رهبری است، با 1/10 پولی که آقای بابک زنجانی، یکی از همینا، برای هزاران نفر از معلولان جنگی ما، عزیزانی که در جنگ پاشون رو از بین رفته، پا ساخت. همین حکایت یارانه ها رو خب بیان، این همه پولا هست این مرمون برداشتن، ما حدود 400 میلیارد دلار منتقل شده به دبی، اکثرش مربوط به مسئولان دولت. حرف شما رو میشنم، تفسیری شما رو آقای سازگاره. بله حالا 1/10 پول حتی کل پولای رهبری رو نمیخواد، همین بنیاد مستضعفان و جانبازان طبق اساسنامش باید که درآمدهاش رو صرف جانبازای جنگ بکنه.
و ولی خب ماه به ماه آقای خامنه ای از پولش برمیداره و خرج میکنه. همون یک دهم همون بنیاد مستضعفان جانبازانو که باید به این کار برسه، همین پروژه‌ای که شما میگین کافیه. ولی آقای چالنگی، یک اینی که حالا فرمودید بابک، به لیست بابک زنجانی ها یه چیز دیگه هم بعد اضافه کرد. روزنامه جمهوری اسلامی گزارشی رو نوشته بود که چند تا از وزیرای احمدی نژاد مثل رستم قاسمی وزیر نفتش که سپاهی هم هست و سالها مدیر اون خاتم الانبیا بود مال سپاه، نیکزاد وزیر راه و شهرسازیش، قزنفری وزیر صنعتش، بهمنی رئیس بانک مرکزیش در عراق میلیاردها میلیارد سرمایه گذاری دارن، به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی با هواپیماهای اختصاصی رفت آمد میکنن و لیست جدید پولداران ظاهرن این آقایون. اما نکته جالب، روزنامه جمهوری اسلامی شاید با زیرکی نوشته بود که اینها برای ستاد اجرایی کار میکنن. منظور ستاد اجرایی فرمان امامه که همون مؤسسه 95 میلیارد دلاری زیر نظر آقای خامنه ای که 52,000 میلیارد تومنش فقط املاک و اموال مردم رو گرفته، ولی بقیهش رو ننوشته بود که اگر گریبانش رو گرفتن نگه که بگه که خب یه ستاد اجرایی، منظورمون نبوده. ولی مرادم این است که این آقایونی که وزیر دولت آقای احمدی نژاد هم بودن و خود احمدی نژاد و دور بریاش ید طولایی در حیف و میل پول مردم داشتند و دارند، از اون طرف حالا معلومه که یک سرشون به بیت رهبری و ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر آقای خامنه ایست وصله و مؤسسه قولاسایی که همه جا هست. اون وقت مردم ما رو الان علاف کردن که روی کد ملی هر روز در این 10 روز دهه‌ای که یه شعر زیبایی هم بر وزن خیزید و خزارید که هنگام خزان است تو اسمسا داره دست به دست میشه تو ایران، که بسیار شاعر خوشطبعی هم اینو گفته بود و چه طنز زیبایی به کار برده بودن های چالنگیر توی این شعر که بفهم. مردم بدبخت باید بشینن پای کامپیوتر. بعد جالبه 24 ساعت، بنابراین هر کس بیشتر وقت نداره چون کد ملیش به 2 یا 3 یا 4 یا هرچی خدشه همون روز نوبتشه. بعد اصلا این سایت نمیشه رفت توش، این مثل که کلک جدید دولته، گفته بیاین دوباره ثبت نام کنین، اما از روی سایت ثبت نام کنین که مشغوله، نمیشه رفت توش. همه قول آقای نوروزاده روستاییه یا شاید از کجا کامپیوتر کرد کجا بیمیانه سایت؟ دقیقا. حالا این که چند نفر البته سعی کردن راه های جایگزین بذارن و مردم رو، چون فرمای طولانی هم هست، مردم رو به زحمت بندازن دوباره پر بکنن. برای این مشکل که دولت ماه به ماه باید 3500 میلیارد تومان بده یارانه نقدی، کار احمقانه ای که از روز نخست اصلا نباید اینطوری اجرا می شده. دهک های درآمدی رو دولت الان امکان جدا کردنشون رو نداره، آمار نداره، مالیات سیستم موازی درستی در ایران نیست مثل کشورهای غربی که بتونن راحت ببینن درآمد هر کسی کجاست. ده ها روش چک و بالانس تو این امریکا هست که درآمدهای مردم رو دقیق میفهمن میدونن. در ایران این سیستم ها نیست، در نتیجه یک عده دهک های پایین درآمدی که واقعا بعضی ها با همین 40,000 تومن و 45,000 تومن یارانه زندگی میکنن و زندگیشون لنگ میشه، و بعضی ها پول تو جیبی پول کرایه آژانس که مال خیلی ها همینقدر میشه، پولیست که به راحتی ممکنه فقط توی یه رستوران انعام بدن بلند بشن. من میخوام بگم این ماجرا سوء تدبیر، کاری که آقای نوری‌زاده درست میگن، حذف یارانه ها، آزاد سازی اقتصاد راه حلی است که خصوصی سازی، برداشتن دست دولت از روی کارها راهی است که خب خیلی اقتصادهای دنیا رفتن به سامان رسیدن ولی از درش وارد شدن. در زمان دولت آقای هاشمی مطالعات مفصلی شده بود که
با چه جوری قوانین عوض باید بشه، چه جوری خصوصی سازی بشه، چه جوری با دنیا رابطه خوب شه، بانک درست شه، یک سلسله برنامه بود. آخرین مرحلهش قرار بود بعد از اینکه همه اون کارا شد، یارانه ها برداشته شه و برای اینکه به اقشار پایین فشاری نیاد، چند دهک پایین درآمدی تا مدتی به صورت نقدی بهشون پرداخت شه. آقای احمد نژاد اون پروژه رو که آقای هاشمی قرار بود انجام بده، همین آقای خامنه ای جلوش رو گرفت و بعدن چندین سال بعد دوره خاتمی هم که نشد، اقتصاد مریض بیمار آمد، دوره آقای احمدی نژاد بیمارتر و مریضتر، اما ایشون چون فکر میکرد اگه پول نقد بده دست مردم، مردم براش سینه خواهند زد، حلوا خواهند کرد، به این وضع فاجعه آمیز ناگهان اینها رو برداشتن و بعد نقض قرض این پول رو بدن. یه تعهد سنگین درست شده که دولت توانایی انجامش رو نداره و حالا افتاده به نظر من یه مقداری هم شاید دولت به حقه بازی، برای اینکه یه جوری بالاخره مردم رو حذف کنه یا نتونن ثبت نام کنن یا خط بزنن، نمیدونم. حالا آخرین ده روز بعد ببینیم چی شده. البته در دولت آقای رفسنجانی مسئله خصوصی سازی شرکت ها یا خصوصی سازی سرمایه گذاری های کلان یا هرچی که بود، برنامه ریزی که آقای سازگان ها میشه کنه، ظاهرن دیگه رفت و رفت به خیلی خصوصی سازی رسیده بود. چون نشد یکی هم اصلا، یعنی در واقع یه بخشش به قول بعضی مطبوعات ایران اختصاصی سازی شد، بعدم سر از حاصل اون کارم این شد که بیت رهبری و سپاهی ها و یه عده پولا رو گرفتن خوردن رفت. اون کار هم آقای چالنگی نشد در واقع، یعنی خصوصی سازی واقعی. عملا اتفاقی که افتاده نیست که اموال دولت، کارخانجات دولت و چیزهایی که در مالکیت دولت بود منتقل شده به مؤسسات شبه خصوصی یا در واقع اختصاصی که دست مؤسسات همین سپاه و بیت رهبری و غیره و غیره، بانک‌های وابسته به ایناست که هیچ کس هم بهشون نظارتی نداره، به مردم در واقع به ندرت واگذار شده. خب ببینید، بحث مفصل است، امیدوارم یک روزی تمرکز ما بر مسئله اقتصاد باشه در برنامه‌های مختلفی که خواهیم داشت. اما نکته‌ای که هستش آقای نوری‌زاده عزیز، اساساً روحانیت چیه؟ ملایان چیه؟ ملای چیه؟ ملا کلمه بدی تا پیش از انقلاب نبود، از ملا صدرا گرفته تا بسیار دیگه که استفاده می‌کنن. اما درست در جمهوری اسلامی وقتی میگن ملای شیعه، گویی بی احترام میشه. قصد ما چنین نیست. ملای شیعه یعنی ملای روحانی شیعه که بر منبر میره، همثال آقایون که پیش از انقلاب میرفت. آیا در حکومتی هر کدومشون، هم از رفسنجانی، خاتمی، آقای خامنه ای، حسن روحانی، اینها توان و امکان این که راجب زمینه های مثل اقتصادی بتونن برنامه ریزی بکنن، پیش ببرن، چه تخصصی دارن؟ آقای خامنه ای چه تخصصی داره که از اقتصاد گذشته وارد عرصه پزشکی هم شده، دستورالعمل های پزشکی برای بهداشت کشور صادر میکنه؟ اینها رو شما، و بعد کسانی هم مثل آقای حاتمی کیا برای هنرشون دستورالعمل صادر میکنه، پزشکی هم، فیلم سازی مثل حاتمی کیا، حالا ایشون علقه و علاقه شون به حکومت اسلامی و ولایت فقیه پوشیده نیست بر کسی، مثل بسیاری دیگه از هنرمندان متاسفانه، میگن که بالاترین نظرات و بهترین نظرات میدن. اینو شما روشن بفرمایید، این تخصص از کجا میاد؟ آقای چالنگی ببینید، آخوندا تخصص بزرگی دارن در دروغ و فریبکاری، و وقتی میگم آخوندا، آخوندای حاکم رو میگم، روحانیت رو در مجموع در نظر ندارم، چون انسانهای بسیار شریفی در میانشون هستن، ولی وقتی میگم آخوندا همین هیئت حاکمه رو میگم. اینا استاد فریبکاری، دروغ، تظاهر، از کاهکوه ساختن. نگاه کنید تبلیغی که اینا دارن که چه جور از پیشرفت‌های عظیم، همین آقای خامنه‌ای پیروز داشت صحبت میکرد که به ملت مژده میداد که نگران نباشید، ما عقب نشینی نمی‌کنیم و روز به روز پیشرفت‌های عظیم‌تر در موشک‌های حلبی ساختن که وقتی میفرستن هوا معلوم نیست کجا فرود میاد
و سوسک و خرچنگ فرستادن به آسمون، پیشرفت‌های عظیمه حاصل کردن. بعدم اون وقت 5 تا مرزبانمون رو به اون راحتی 4 تا تروریست میرن میگیرن، کاری ندارم. اینا مسئله این نیست که اینا تخصص دارن یا نه، مسئله این آقای چالنگی عزیزم، اون آدم‌های متخصص بیچاره‌ای هم که هستن و میشینن برنامه ریزی میکنن در برابر جهل این آقایون و در برابر انکار و خودپرستی و کیش شخصیت و خود رو محور عالم دونستن، کاری از دستشون بر نمیاد. تیم اقتصادی آقای روحانی یه تیم معقوله. آدم وقتی نگاه میکنه آقای طیب نیا، آقای نهاوندیان، اینا آدم حسابی هن، اینا درس خوندن، کارشون رو بلدن، دانش این کار رو دارن. ولی بدبخت رو چه بکنن وقتی میان با یه ولی فقیر روبرو میشن که ده‌ها میلیارد دلار پول دستشه، اما این پول خرج آشوب به پا کردن در سوریه میشه، خرج کشتار مردم سوریه میشه. الان انتخابات عراقه، آقای قاسم سلیمانی، سردار حاج قاسم سلیمانی رفتن عراق، گروه ها رو احضار کردن، بهشون اخطار دادن اگه مالکی انتخاب نشه ما انتخابات رو به هم میزنیم، با این وقاحت و میلیاردها پول بردن تو عراق ریختن. این که میگه ایشون در عراق این آقایون سرمایه گذاری کردن، این آقای مسیح مهاجری مدیر روزنامه جمهوری اسلامی از اون اول دشمن خونی آقای خامنه ای بود و رفیق جونجونی آقای رفسنجانی. هر وقت فرصتی کنه یه نیشی به رهبر میزنه. این آدم که یک ارتجایی به معنای کامل هست و رفتارش تو روزنامه با بچه ها معلومه، زمان خاتمی اصلاح طلب شده بود چون میخواست با خامنه ای تسویه حساب بکنه. اینا یه حساب کتاب قدیمی دارن و اینی که این نوشته کاملا درسته. این آقایون در کربلا مجتمع مسکونی دارن میسازن که تو دبی نظیرش نیست و همینطور تو نجف چه هتلایی دارن اینا میسازن با پولای مردم بیچاره که دزدیدن بردن اینا هست. آقای نوری زاده ببینین یه سوال اینجا مطرح هست، شما هم آقای سازگاره و کسان دیگه هم میگن، من کسی رو نمیخوام متهم بکنم، آقای طیب نیا یا هر کس دیگه ای، اینها شما میفرمایید کارشناس های اقتصادی هستن، خب اینا وقتی تشخیص میدن که این نظام اینه، یعنی در بیت رهبریش اینه، باندهای مافیاییش اون هست، اما بعد میشینن در هیئت دولت همین امروز بررسی بکنن که اقتصاد مقاومتی، به قول شما اینا متخصصن، چهار تا مثل همین آقایون وقتی میرن پهلوی کسی مثل آقای خامنه‌ای، از روز اولم مگه نرفتن چنین نکردن بگن ما نظریات اقتصادی شما بسیار مشعانه است، اون آخوند شیعه هم بالاخره باورش میشه. اینا به قول شما که آدم کمی هم که نیستن دیگه. ببینید آقای چالنگی، دور و بر آقای خمینی رو وقتی گرفتن، امثال ابراهیم یزدی ها و کسان دیگه ای مثل ایشون، بایی گفتن شما مثلا بزرگترین انقلابی جهان هستی، ها بالاخره باورشون میشه اینه. ببینید آقای چالنگی، یه تفاوت هست. مرحوم حسین عظیمی یادش بخیر، او وقتی که تلف مشورت قرار میگیره و یه برنامه ارائه میداد، چه در دولت آقای رفسنجانی و چه خاتمی، خب خیلی از این تصمیمات به اجرا در میومد. یعنی یه کارشناس اقتصادی یا هیئت کارشناسی نظری رو میدادن، سازمان برنامه‌ای بود، تشکیلاتی بود. واقعا در دوران احمدی نژاد به گند زده شد، یعنی همه چیز، و فقط آقای احمدی نژاد در فکر بلند کردن بود و این پولایی که به دوستانش برسونه. سید علی آقا هم که سرش گرم به جای دیگه بود، ایشون هم مشغول فتح جهان اسلام بودن. در نتیجه مملکت به اینجا رسید. امروز دولت با یک ورشکستگی روبروست، ورشکستگی کارشناسی، ورشکستگی اقتصادی، ورشکستگی سیاسی و فکری. به همین دلیل این آقایون کاری نمیتونن بکنن. اما چرا نمیگن، اعلام نمیکنن؟ میترسن، مصلحتشون نیست. حالا میگه من که نمیتونم بالاخره کاری بکنم، بشینم در حد محدود یک کاری بکنم که بدتر از این نشه، خجالت نکشم جلو مردم، بدتر نشه. ولی اگه ما دنبال شهامت میگردیم در کسان، همین آقای طیب نیا یه سخنرانی در خبرگان کرد که به نظر من فوق‌العاده بود. نه متح کسی رو گفت، اوضاع احوالم همون جوری که بود بیان کرد، اما
از او من انتظار ندارم قهرمان بشه بیاد وسط و فریاد بزنه که آقا این رژیم گمراه، این رژیم فاسد، این رژیم دزده. این انتظار رو ندارم، ولی حداقل میدونم اوضاع به گونه ایست که اگر یک برنامه ریزی دقیق اقتصادی پیاده نشه، درست کارهایی که داره میشه مثل پنسیلین زدن به بیمار سفلیسی هست. من هم انتظار قهرمان شدن از آقایون ندارم. سوال اینه که در 8 سال آقای سازگارا، در 8 سالی که آقای احمدی نژاد خراب کرد، ویران کرد از کنم کشور اقتصاد رو، اونطور که الان همه چیزو میخوان گردن آقای احمدی نژاد بندازن، آقایون کجا بودن؟ آقای خامنه ای کجا بود؟ آقای رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کجا بودن؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال. خیلی ها معتقدن که آقایون دست احمدی نژاد رو به 2 دلیل باز گذاشتن. یک دلیل این که خودشون هم همدست بودن، همونطور که آقای نوریزاده هم اشاره کرد، خود شما هم اشاره کردین، بخشی از این حیف و میل های احمدین دوران احمدی نژاد سرش به بیت رهبری هم میرسید. یکی به این دلیل بود، یکم به این دلیل که ایشون غیر روحانی بود، بالاخره نشون بدن زمین ساز اعتماد به روحانیت بشه دوباره اوزان. بعد از ایشون باز یک ملا اگر بر قدرت نشست، مردم بگن باز بهتر از اون کلاهی است. این نظریات وجود داره، ولی اساسا این آقایون کجا بودن؟ چرا الان بعد از 8 سال پیداشون شد؟ والا از نظر من مهمترین عاملی که فرد مجنونی به نظر من و خارج از عقل سلیم مثل آقای احمدی نژاد رو 8 سال آقای خامنه‌ای در قدرت نگه داشت، اون چیزی بود که الان میبینیم در گفته های آقای عزیز جعفری یا همین دیروز پریروز آقای فیروزآبادی منعکس بود، و اون این که دست حضرات بیش از هر دوره‌ای باز شد در پروژه های کشور. 47 میلیارد دلار فقط حجم پروژه های پارس جنوبی است که از دولت احمدی نژاد سپاهی ها گرفتند و یک دونه از این فاسها رو به قدرتی خدا به بهره برداری نرسوندن. و به قول دوستی میگفت، وقتی در ایران من اینو بهش گفتم، گفت اوضاع بسی بدتر از این هاست و اعداد پشت پرده بسیار بسیار بزرگتر از این حرف هاست. حالا آقایون یک کمی دستشون از پروژه های نفت و گاز و نیرو و راه و شهرسازی کوتاه شده، افتادن به اینکه نیروهای مسلح رو اگر بهش دولت پروژه نده وابسته میشه، کشور خارجی رو بعد برداره بیاره. اصلا در به در الان وزارت نفت دنبال این میگرده که صاحبان تکنولوژی بین المللی بلکه بتوانند یک جوری دلشون رو نرم کنن بیان ایران، که البته تحریم ها اجازه نمیده، برای اینکه صنایع نفت و گاز ما اگر تکنولوژی های جدید و سرمایه گذاری برای استخراجش نباشه نمیشه کار بکنه. من آقای چالنگی یک بار با قائم مقام شرکت بریتیش پترولیوم نهار میخوردم، چند سال پیش بود، ازش پرسیدم شما چرا نمیرید ایران سرمایه گذاری کنید؟ گفت ما مثل شرکت توتال فرانسه دوز نیستیم که یه چیزی رو بندازیم و فرار کنیم، مثل فاز 1 پارس جنوبی که یه پروژه 2 میلیارد دلاری رو شاید با احتساب قیمت گاز و غیره تا انتها نزدیک به 10 میلیارد دلار سر کشور کلا گذاشته این شرکت در هفته. این قائم مقام حالا راست و دروغش پای خودش، میگفت ما ترجیح میدیم جایی میریم سرمایه گذاری دراز مدت باشه، تکنولوژی ببریم، همکاری بکنیم، و ایران جای آشفته است که اساسا چنین امکانی نیست ما بریم. اولا ثانیاً ما بزرگترین سرمایه گذاریمون در امریکاست و امریکایی ها چون نمیخوان، ناراضیان با ایران، مشکل دارن، ما ریسک نمی کنیم کارمون رو در امریکا به خطر بندازیم بریم با ایران کار بکنیم. ببینید موضوع بودن احمدی نژاد و دست بازی که آقایون ابلفه تو شهرداری امتحانش کردن، دیدن چقدر خوب سواری میده و بریز و بپاش و همه قوانینم زیر پا میگذاره، پروژه پشت پروژه به آقایون میده، گذاشتنش در
رئیس جمهوری 4 سال 5 سال پیش مردم رو کشتند، تجاوزم کردند، سرکوب کردند، آتش زدند برای اینکه همین حضرت رو در قدرت نگه دارن، که دزد گفت پی بازار آشفته میگرده و آشفته بازاری رو آقای احمدی نژاد درست کرد تا حضرات به دزدیشون بیش از پیش مشغول باشن. من الان این که فرمودین واقعا این چهره زشت استبداد در کشور ما که این روزها آدم میبینه، مداهنه گفتن، حرفای صدمن یک غاز آقای خامنه ای رو هی روی سر گذاشتن و حلوا حلوا کردن، از نظر من چهره زشت و کریه استبداد کهنسال ماست که از این حیث خیلی خیلی ادبیات آقایون نزدیک شده به ادبیات دوره قاجاریه و حرفایی که در اون روزگاران میزدن. من یک نکته ای رم عرض کنم آقای چالنگی، یک چیزی که واقعا جیگر آدم را آتیش میزنه. چندی پیش دیدم یکی از افراد آقای فکر میکنم که اشتباه نکنم آقای سریال قلم بود، در یک مصاحبه ای عددی رو ارائه کرده بود و اون این که مالزی هزاران هزار نفر مالزیایی میان در امریکا درس میخونن و آمار نشون میده یک نفرشون در امریکا نمیماند و همه برمیگردن مالزی. اما ایران کشوری است که نزدیک به 5 میلیون ایرانی ها که اکثرا افراد تحصیل کرده و متخصصی هستند از کشور آمدند بیرون و همین جور همین این موج ادامه داره. هر دانشجوی ممتاز، هر تحصیل کرده ما که امکان داره میذاره از اون کشور میره. علای سازگاری عزیز، از موضوع تقریبا دور افتادیم. مسئله این هستش که چرا همه گناهان و آنچه که در ایران گذشته طی این سالیان سال ریشه در از 23 بهمن ماه 57 داره تا به امروز، همه سعی میشه برگردن احمدی نژاد انداخته بشه. تردیدی نیست که در دوره احمدی نژاد بسیاری از اقداماتی شد که سرعت بخشید، گسترش داد به فساد و تباهی اقتصادی و همه اون چی که امروز شاهد هستیم، سرعت بخشید. اینا هست، اما اگر ریشه نمی‌داشت کسی مثل احمدی نژاد هم طبعا قادر نبود. کما اینکه همین امروز آقای نوری‌زاده ما می‌بینیم کسی مثل ریچارد فرای که به هر حال خدمات ارزشمندی کرده به فرهنگ ایرانی، چه در زمینه پژوهشی، چه در زمینه معرفی، چه در زمینه انتشاراتی، الان موضوع شده. یک آمریکایی خدمتگزار به فرهنگ ایرانی، پیکرش سرگردان که آرزوش این بوده در اصفهان هم دفن بشیم، اما کسانی که ایران رو نقش داشتن در ویرانیش از این بارگاه و عرض کنم خدمتون ساختن. مهدی طائب که میگه سوریه برای ما ارزشمندتر از خوزستانه، این آدم باید سر کار باشه، گذرنامه سیاسی ایرانی هم تو جیب قباش باشه، اما برای یک انسانی که عمرشو گذاشته برای معرفی فرهنگ، مصاحبه که باش کرده بودن، آخرین مصاحبه اشاره کرد و گفت من ایرانو با رژیم نمیشناسم، من دارم صحبت از اون ایران بزرگ فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی میکنم که ممتد از تا هند، از این ور میره ماوراءالنهر، از اون ور تا ترکیه. منظورم اینه یه همچه آدمی رو کشور دیگری بود میمد مجسمش هم میساخت، شهروندی ایرانی هم بهش میده. حالا آقای احمد نژاد یه خونه ای داد که اسباب اعتراض شده، به نظرم چون فوت کرده حالا بیان همسر ایرانی آسوریش هم بگیرن از جو بنزن بیرون، خونه رو پس بگیرن. در رژیم بی فرهنگ، ضد فرهنگ، وقتی درد آقای خامنه ای اینه که چه تو ایران کتاب در میاد، ناراحته چه تو ایران فیلم ساخته میشه، فقط کتاب مفاتیح الجنان و دعای نمیدونم ندبه و از این چیزها رو باید درارن و آثار جایزه که میدن نگاه میکنیم، حاشیه بر عروه برنده جایزه بهترین کتاب سال، یه همچی ضد فرهنگ و حاکمیت ضد فرهنگی طبیعتاً به یک ایران شناس برجسته اعتبار و ارزش قائل نمیشه، یه وقتی برای تبلیغاتش استفاده میکنه. اما حالا که آرزو که آقا من دوست دارم تو اون خاک باشم، من عاشق این خاکم،
باهاش این رفتار رو میکنن. اما اجازه بدین یه نکته رو آقای چالنگی من دلم میخواد اینجا بگم. ببینید نظامی روی کار اومد تو ایران بر اساس یک انقلاب و تقلبات متعدد و حمایت خارجی یا نه، ولی با حضور میلیون ها مردم. این نظام وعده هایی به مردم داد که این وعده ها رو همه رو نقض کرد، علیه اون وعده ها به سرکوبی و کشتار مردم پرداخت. از همون روز اول بر بام مدرسه علوی به افسرانی که آقای خمینی گفته بود به ملت بپیوندید آقای خودتون باشید رحم نکرد و تا خرش از پل گذشت اونا رو کشت. اما این رژیم طبیعتاً مراحلی داره، یعنی وقتی ما میگیم دوران احمدی نژاد منظوری نیست دوران آقای رفسنجانی یا خامنه‌ای بهترین دوران بوده یا دوران آقای خاتمی، نه، احمدی نژاد تجلی واقعی نظام جمهوری اسلامی بود. یعنی احمدی نژاد نشون داد این رژیم قابل اصلاح نیست. احمدی نژاد نشون داد آقا ما اینیم، ما این رژیم هستیم. قبلا بزکی میکردن، دوزکی میکردن، یک روسری خوشگل سلی ایران خانوم مینداختن، فرق میکرد. زمان احمدی نژاد همه چی سریع بود، آقا ما اینیم، شلوار بی اتو، پیرن بوگندو، با دست لقمه خوردن، دزدیدن و جنایت کردن. خب آقای نوزاده دقیقاً صحبت همینجاست. ببینید شما میگید آقای احمدی نژاد دوران آقای خاتمی بزک کردن حکومت بود، اشاره میفرمایید آقای احمدی نژاد آمد و چهره واقعی حکومت رو نشون داد، این گفته شماست. بله درست. بس بر سر همین هست، یعنی بس بر سر این نیستش که سوء تفاهم پیش بیاد که آقای رفسنجانی دورش بهتر بود، یعنی این اومد چهره واقعی نشون داد. اما بس بر سر همینه که بلا فاصله بعد از احمدی نژاد دوباره وقتی کسی مثل روحانی میاد بسیاری دوباره این رو دستمایه میکنن، به قول شما بزک کردن حکومت. خیلی معتقد بودن از روز اولی که آقای روحانی اومد این باز این روز بزک کردن حکومت است و نظام است. ببینید تفاوت با تجربه احمدی نژاد، ولی خیلی هم قبول نکردن. نه ببینید دو نکته رو براتون میگم. زمانی که مردم رفتن با آقای خاتمی رأی دادن، یک گزینه ناطق نوری بود که آقای خامنه ای ازش داشت حمایت میکرد، یک گزینه خاتمی بود. مردم در نفی ولایت و آقای خامنه‌ای به خاتمی رأی دادن. خاتمی اومد با آرزوهایی، با برنامه‌هایی اومد و حالا همینجا هم بگم پدرزن ایشون مرحوم دکتر علی اکبر صادقی یکی از باشرف‌ترین انسان‌هایی بود که من می‌شناختم، تو این سال‌ها اعتنایی به این نظام نکرد و اخیراً درگذشت. ایشون آقای خاتمی اومد و اندیشه‌ای داشت، علاقه داشت، می‌خواست تغییراتی بده. حالا رژیمم گفت از این استفاده کنم، بزک کنم خودم. ولی به هر حال یه اقدامات مؤثری در زمان خاتمی رخ داد. جامعه تحولاتی رو شاهد شد. از اون اومدیم به احمدی نژاد. احمدی نژاد گفت نه، اونا همه بی خودی بوده، منم. نظام یعنی من. مگه نمی‌بینید آقای خامنه‌ای میگه از برادر به من نزدیک‌تره. احمدی نژاد شد تجلی نظام. آقای روحانی امروز با یک کشور ورشکسته داغون روبروست، بزک هم بخواد بکنه فایده نداره، باید بگرده راهی پیدا کنه که نپاشه هیچی از هم. ببینید خیلی اوضاع بده، اینا هی ادعا میکنن ولی اوضاع بسیار بده. این اتفاقی که افتاد و جیش العدل و اینا، حرفای سخنگوی جیش العدل رو نگاه کنیم، توی روز آنلاین هست، ببینیم بسیار کشور در وضع خطرناکیه. جدایی داره به عنوان یه ناقوس مرگ بالا سرمون داره زنگ میزنه. بله، یعنی من البته یه بحث دیگه است که چهره واقعی نظام اگر آقای احمدی نژاد هست، پس بنابر این نظام ماهیتاً و واقعیتاً به قول معروف همین هست. چه احمدی نژاد، چه روحانی، چه خاتمی، چه بقیه به فرمایش شما، دیگه اینها نوعی بزک به شما میدن. هیچ فرقی نمی‌کنه. یا احمدی نژاد چهره واقعی نظام هست یا نیست، یا نظام ماهیتا نخیر تمایل به اصلاحاتی داره، تمایل به بهبود وضع مردم داره که اونم در روحانی تجلی پیدا. نه نظام نداره، اون حاکمیت پنهان نداره، ولی آدم ها میتونن داشته باشن. هیچ دلیل نداره آقای خاتمی یا آدم مثلا حقباز بود، نه آقای خاتمی میتونه آدم درستی هم باشه، اما اون هیئت حاکمه، اون نظام، اون دولت پنهان
اجازه بهش نده هر 9 روز براش یه فتنه تدارک دید. ده خب یک همچین نظامی آقای سازگارا مذاکرات وین رو، مذاکرات اتمی رو داره به کجا میبره؟ بس. حتی در دوره آقای روحانی به سود مردم داره پیش میبره، به سود حل مسئله در جهت منافع ملی پیش میبره یا خیر؟ من فقط یک جمله در تایید فرمایشات آقای دکتر نوریزاده عرض کنم. اشکالات نظام جمهوری اسلامی به قول علما به ذات بالعرض نیست، به این معنی که اگر 10 بار دیگه هم شما انقلاب کنید، در ایران نباشه، در کشورهای دیگه هم باشه، یک نظامی درست بکنید با این قانون اساسی که بخواد احکام فقه آقایون رو اجرا بکنه، این احکام شرعی رو، فقهی رو که آقایون دارن، از سوی دیگه یک شورای نگهبان داشته باشه، یک ولایت فقیه داشته باشه و تئوری اسلامگرایی نه مسلمانی به معنی یک قرائت حداکثری از دین، اون هم یک قرائت ایدئولوژیک انقلابی رو بخواد حاکم بکنه، با کم و زیادش یه ذره این طرف در یه ذره اون طرف در، حاصلش همینی میشه که میبینید. فقط بله ولی این تایید حرف منه بیشتر آقای سازگارا. نه من البته مغایرتی آقای چالنگی بین فرمان شما و آقای دکتر نوریزاده نمیبینم. مسئله این است که امثال آقای روحانی که الان تشریف آوردن و میخوان که بلکه درست بکنن این کشتی شکسته رو به یه ساحلی برسونن، هیچ چاره‌ای ندارن. وقتی میرسه به نکات اساسی که در ذات این نظام هست، اگر اونها رو نره ایشون و دست نزنه، از جمله ولایت فقیه، از جمله نظارت استصوابی و شورای نگهبان و مسئله انتخابات آزاد، از جمله اقتصاد دولت سالار و در کنترل مراکز قدرت به خصوص همون ولایت فقیه و رهبری و مسائلی از این قبیل، ره به جای نخواهد بود. یعنی اون چیزایی که به ذاتیات این نظام برمیگرده اگر اصلاح نشه، من برای شما پیشبینی میکنم، احتیاج به بندم نداره بخوام پیشگویی و پیشبینی بکنم، هر آدمی نگاه بکنه قابل پیشبینی است که این بار کج به منزل نخواهد رسید و چیزی اصلاح نخواهد شد. از جمله برنامه اتمی رو آقای سازگار اشاره می‌کرد. بفرمایید. حالا مذاکرات اتمی هم که الان دور سومش هم تمام شد و آقای ظریف گفت 60% خوب بود. من نمیدونم دیگه این 60% چه جوریه، چون 40% خیلی زیاده و خانم اشتون هم گفت سخته. در مرحله است که باید برسه به یک قرارداد جامع و مهلتش هم تا ماه جولای تا تیر ماه که توافق طرفین باشه. ولی آقای چالنگی به این مشکلات شما اضافه کنید 2 موضوع رو، مذاکرات وین رو، یکی این که آقای خامنه ای در تهران هفته گذشتم با صحبت کرد، ایشون مدتی است حسب معمول یکی به نعل میزنه یکی به میخ. از یک طرف میگه که مذاکرات باید ادامه پیدا کنه، در نتیجه تمام روزنامه‌های طرفدار آقای روحانی تیتر 1 زدن که مذاکرات رهبری فرمودند ادامه پیدا کند. از یک طرف تو همون صحبت میگه ولی هیچ چیزی نباید عقب نشینی ما بکنیم. تمام روزنامه‌های مخالف دولت هم تیتر زدن که رهبری فرمودند هیچ کی عقب نشینی نکنه. و ایشون در واقع این نعل و میخی که به هر دو طرف میخواد یه جوری نگه داره، حاصل سرگشتگی خودشه، حاصل فشارهای داخل حکومت بهش که ضمناً کاسه زهرم ایشون میخواد باید سر بکشه و دائما هم مدتی است داره توضیح میده، توجیه میکنه که این تحریما به دلیل اتمی اصلا نیست، این غربیا اگه اتمی هم نباشه به یه بهانه دیگه، ما چون میخوایم مستقل باشیم میخوان ما رو تحریم بکنن. حرف بی ربطی که این همه کشور تو دنیاست، این همه کشور مستقل تو دنیاست، این همه قدرت‌های اقتصادی بزرگ تو دنیاست، همه رو مگه تحریم کردن؟ یه دونه ایران رو تحریم کردن، برای اینکه مگه سوئد رو تحریمش کردن، نروژ رو تحریمش کردن، کره جنوبی رو تحریم کردن، ژاپن رو،
چین رو، این همه مالزی که ذکرش رفت تو کشورهای اسلامی، ترکیه، مگه تحریم این؟ خب آقای احساس برای استقلال ندارن خامنه‌ای و اینا همشون خیلی هم مستقلن. ببینید چون باید منصفانه صحبت کرد، ببینید حرف آقای خامنه‌ای اینه که چون انقلاب ایران باعث بیداری اسلامی شده در جهان، به این دلیل هست که ما مورد ستیز استکبار جهانی هستیم. این حرفی که میزنم، حتی آقای ولایتی زده تبدیل به مواد درسی شده، در مدارس تدریس میشه الان بیداری اسلامی. حرف اینه، یعنی بله خب سوئد رو تحریم نمی کنید چون سوئد باعث بیداری سوئدی در هیچ جای دنیا نشده، ای شده یه بیداری فرهنگی بوده در حوزه های مختلفی که بوده، ولی بیداری اسلامی، حالا این بیداری اسلامی از افغانستان و عراق گرفته تا سر بریدن در خیابون‌های لندن یا انفجار در نیویورک و اینا، اون بحث دیگه است. ولی میگه ما چنین شدیم اینه که در ستیزن با ما. این حرف چرا؟ یه اسلامی که آقای خامنه‌ای میفرمایند انگار اسلام 1400 سال اومده نبوده، ایشون پیداشون شده. 1400 سال این دین بدبخت هست، پیرو هم داشته، 1 میلیارد و خورده هم پیرو داره تو دنیا، و همون مالزی که صحبت شد یا همین ترکیه، خیلی هم مردمش شما برین سراغشون، مسلموناشون از مسلمانای ما مسلمونترن، نمازشون رو میخونن، روزهشون رو میگیرن، آدابشون رو به جا میارن، دروغ نمیگن، غیبت نمیکنن، مسلمونی این چیزاست. اما اونی که مد نظر آقای خامنه ایست، یک قرائت انقلابی تروریستی از دینه که به همه جای دنیا هم انگولک میرسونن، همه جای دنیا رو هم تحریک میکنن، آدم میکشن، سر میبرن، بمب میذارن در سوریه، بیش از 150 هزار تا آدم رو کمک میکنن به قصاب دمشق بکشه. خب این اون چیزیست که بعدم میرن دنبال اینکه بمب اتمی بسازن. خب این اون چیزیست که طبیعتا دنیا برای اینکه بقیه سر راحت به بالین بذارن، بتونن امنیت داشته باشن، طبیعی جلوی این آدم و نیروی قدسش میستن. اما این رو هم عرض کنم، حالا زیاد صحبت کردم، میذارم برای قسمت بعدی. اما به این مذاکرات وین، ماجرای صحبت‌های آقای ریابکوف و بازی روسیه با کارت ایران رو هم باید اضافه کرد که حالا اگر رسیدیم عرض. در همین زمینه های نوری‌زاده عزیز، سیاستی که مذاکرات وین رو پیش میبره چی هست از سوی ایران؟ چون دکتر سازگارم اشاره کرد، اینو عرض بکنم که آقای بشار اسد، یار تودلی و آشکار آقای خامنه ای که 16 میلیارد تالا بابتش پول داده و اسلحه و تمام از گلوی ملت ایران اخیراً دوباره بردن، این آقا در مصاحبه اخیراً گفت اسلام سیاسی شکست خورد و اسلام سیاسی ورشکست است. این آقای خامنه ای بفرمان تحویل بگیرن اسلام سیاسیشونو، چون ادعا دارن که استکبار بار. اما آقای خامنه یه حرفی میزنه صحیحه، اون اینه که آقا درسته ما امروز اگر ماجرای اتمی کوتاه بیایم، فردا حقوق بشر، پس فردا چیزای دیگه است. خب معلومه شما 34 سال با عربده کشی و چاقو کشی و سربریدن و مخالفانتون رو تو خارج و داخل کشتن و کمک کردن به گروه های تروریستی، هر کاری دلتون خواسته کردین. الان دنیا میگه اگه میخواین لباس آدم بپوشین، بیان دو آدم بشین، جایگاه واقعیتون رو پیدا بکنید، باید دست از ترور وردارید، دخالت در عراق، سوریه، لبنان، بحرین باید دست بردارید، تروریستای گروه اصحاب اهل حق رو نباید بهشون پول بدین، نباید گروه سپاه بد رو پول بدین بفرستین برین سوریه آدم بکشه، جاسوس نباید بفرستین آذربایجان و تایلند و جاهای دیگه که دیپلمات‌های اسرائیلی رو بکشن، بنابراین باید آدم بشی. خب معلومه دنیا مفتی به شما جا نمیده. اگر قرارداد اتمی رو امضا کردید، پشتبندش چیزای دیگه است. حقوق بشره، همین الان دیدید پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا میگه دفتری در ایران میخواد بزنه که مراقب باشه شما آدم نکشید، آدم نخورید، در زندان شکنجه نکنید، زندانی زیر شکنجتون کشته نشه، ستار بهشتی رو نکشید بعد برید به مادرش بگید تموم شد رفت. نه، دنیا باید حساب کتاب ازتون پس بگیره. آقای خامنه‌ای درست میگه. اما در مورد مذاکرات من فکر میکنم از اول جمهوری اسلامی دستشو بالا برده بود، الانم اونجا نشسته دارن راهی پیدا میکنن، منتها یه فرمولی که باز بتونن به مردم دروغ بگن
که ما پیروز شدیم. پیروزی در این جریان از آن ملت ایرانه که از شر یک برنامه اتمی مکلف پرهزینه خلاص خواهد شد. اما من هنوز معتقدم آقای خامنه‌ای در پس ذهنش دنبال بمب اتمی است. آقای نورزاده، در آغاز شما اشاره کردید به اسد. ببینید، این نظر وجود داره که روسیه جاهایی که آمریکا در عرصه منطقه‌ای خاورمیانه بد بازی کرده، بلافاصله جاپاهایی برای خودش پیدا کرده، درست کرده و آمده. در مورد سوریه همینطوره، در مورد مصر کم و بیش همینه، و در مورد سوریه حتی میدونین هواپیماهای حامل مواد غذایی برای از یک طرف برای حکومت دمشق رو داره حمایت میکنه، از یک طرف کردهای سوریه رو. و این جالبه. بله، یعنی یه مقداری به هواپیما دارن... مواد غذایی برای کردهای سوریه فرستاد. من برای بینندگان میگم قطعا شما آقای جالبی، روسیه داره مساله خودش رو حمایت میکنه. روس‌ها زرنگن، مثل آقای اوباما نیستن که هنوز نمیدونه میخواد چی کار کنه. این خیلی دردناکه. در مورد سوریه، ایشون عربستان که رفت گفته بود آره باید به گروه های معتدل کمک نظامی کنیم. الان که اومدن به اینا موشک های تاو بدن ضد تانک، باز آمریکا جلوش رو گرفته. چون سیاست، ولی روسا سیاستشون مشخصه، میگه آقا این میدان رویارویی، من میام جلو، شبه جزیره کریمه رو بالا کشیده، جاهای دیگر هم خواهند رفت. تا زمانی که آقای اوباما نمیتونه تصمیم بگیره از ترس اینکه مبادا تیر و ترقی در بره و ایشون مجبور بشه یه واکنش نظامی نشون بده. و همین نفت در برابر کالا، آقای سازگار کمتر یک دقیقه وقت داره و این موضوعی بسیار وسیع است. مسئله نفت در برابر کالا با روسیه، روزی 500 هزار بشکه نفت، اینجا آقای چالنگی متخصصین میگن بزرگترین مشکل این است که اساساً زیرساخت برای صادرات 500 هزار بشکه نفت به روسیه نیست. نه در دریای خزر ما چون این بندری داریم، نه خط لوله‌ای داریم و همچون امکانی رو اساسا برای چنین صادراتی نیست. روسیه بیشتر با کارت ایران داره بازی میکنه، مانور میده برای اینکه به غرب و امریکا بگه اگر بر سر اوکراین و کریمه به من زیاد فشار بیارین، من با ایران در واقع تحریماتون رو نقض میکنم و این کار رو انجام میدم. پنجه به اضافه یک رو به نوعی به هم میزنم. من شخصا معتقدم روسا اینجا نخواهند رفت. عملا فقط مثل ماجرای ناپلئون و تزار الکساندر اول که فتلیشا رو مثل بچه بازی میدادن، این ماجرا الان بین پوتین و اوباما، ایران و این وسط فقط داره روسیه مقداری بازی میده. تجسم فتلیشا این نوریزد با اون ریش و فشم و ایران بربادهی که داشته به شکل بچه باشه روسا باش بازی میگه، تجسم بسیار. آقای چالنگی، من ناچارم از فتلیشا جدا میگم دفاع کنیم، بله، تاریخ دفاع کنم در برابر، یعنی از در برابر نظر من آقای فتلیشا نسبت به دوران خودش بصیرتر و دلسوزتر و ایران دوستتر از آقای خامنه ای نسبت به این دوران. بله. آقای نوریزاده شما هم همین نظر دارید؟ کاملا. فقط آقای خامنه ای خود ریشش کمتره و اون خالم نداره، حالا بعد برای ایشون عکسش که میکشه یه خالم بذارم که بالاخره فتلیشای دوم ثانی لقب بگیره. منم با آقای سازگارا موافقم. بله. فتلیشا حداقل جنگو کرد، رفت جلو، غیرتی از خودش نشون داد. بله، متاسفانه ما در اینجا فتلیشا خال داشت، جنگ نکرده، دریای خزر رو بخشیدن به روسا، رفت همین آقای خامنه ای، اقلا اون جنگشو کرد. شکست. سپاسگزار هستیم هر دو مهمان برنامه. آقای نوریزاده عزیز، آقای سازگارای عزیز، به پایان برنامه میرسیم با قیاسی که به عمل اومد بین فتلیشا و آقای خامنه ای، آیت الله خامنه‌ای، هر دو تقریبا همریش، اما یکی خالدار و اون یکی بیخال. با امید به فردای بهتر برای ایران، مردم ایران، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، چندوس، سبلان، آسماری، کوهساران، دناز، زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.